خدمت دوستان سلام میکنم و تشکر میکنم از حضورتون، تشکر میکنم از برگزار کنندگان این نشست. تبریک میگم روز بین المللی زنان رو و خسته نباشیدی صمیمانه میگم برای تمام زنانی که با ارادهشون، با ابتکارشون، با احساسشون سعی میکنند که یک تکانه هایی در صخره های سنگین باورهای ضد انسانی و ضد زن به وجود بیارن. خب من تخصصی در موسیقی ندارم، دو تا گوش دارم که روز به روز تنبل میشن، یه دونم قلب دارم که اینها از برخی از موسیقی ها بسیار لذت میبرن. اونچه که من اینجا در میان میخوام بذارم با شما یک تأملاتی هست و دانسته هایی که جمع آوری کردم در مورد موسیقی و زنان در ایران. اول میخوام یک امر بدیهی رو بگم و اون این که موسیقی با طبیعت خویشاوندی بسیار بسیار نزدیکی داره. اولین نغمه های موسیقی رو در گوش انسان اولیه جویبارها، باد در میان صخره ها، باد در میان گندمزارها، امواج دریا، صدای پرندگان، صدای پای چارپایان در واقع نواختن و امروز هم اصلی ترین منابع و مصالح موسیقی همین صداهای طبیعت هستش. حالا از این امر بدیهی من این فرضیه رو پیش میکشم که گروه های انسانی و کسانی که زندگی بلاواسطه ای با طبیعت دارن و زندگی روزمره شون در پهنه طبیعت هست برخورد متفاوتی دارند به موسیقی نسبت به کسانی که در این شرایط زندگی نمی کنند و به خصوص تحت باورها و جهانبینی های ماوراءطبیعه هستند. اونها نسبت به طبیعت فکر میکنم که جور دیگری برخورد میکنم. نکته دومی که میخوام بگم اینه که موسیقی با تن رابطه بسیار تنگاتنگی داره. در واقع شادی و غمی که از شنیدن موسیقی حاصل میشه اول در تن ما جاری میشه و رقص در تن ماست که جوانه میزنه و بعد از طریق عبور از تن هست که به عوالم معنوی و عالی تر احیاناً عبور میکنه. مثال خیلی سادش سماع عرفانی هست که در واقع از بدن شروع میشه و به احساسات معنوی و تعالی یافته میرسه. خب از این داستان ارتباط بین موسیقی و تن من میخوام به این برسم که باورهایی که تن رو خار میدونن برخورد متفاوتی دارن نسبت به باورهایی که تن براشون یک پدیده طبیعیه.
و باورهایی که و مذاهبی که داریم نزدیک میشیم، تن زن رو جایگاه گناه میدونن و زن رو اقوا کننده میدونن و عامل دور کردن مؤمن از ذکر خدا و یاد خدا میدونن. اگر با این روبرو بشن که زن و موسیقی با هم دیگه رابطه برقرار کردن و زن بیان کننده نوعی موسیقی یا آواز یا تران یا سازی هست، دیگه اونجا یک معجون انفجاری ایجاد میشه که باید ازش پرهیز کرد و مؤمنان رو ازش پرهیز داد. این اقوا کنندگی صدای زن رو به خصوص ما در مذاهب مسیحی، یهودی و اسلام میبینیم، ولی حتی در اسطوره شناسی اساطیر قدیم یونان هم ما میبینیم که افسانه سیرن، یعنی یک نمیدونم فارسی چی میگن سیرنو، یک موجود پری دریایی، پری دریایی، پری بانو. خب خیلی مثبت پری دریایی، در حالی که سیرن همیشه مثبت نیستش. این سیرن که یه موجودیه، بخشش زن بخشش ماهیه، توی دریاها کارش این بوده که آواز بخونه و آوازش آنقدر گیرا بوده که ملوانها رو گمراه میکرده و اینها راهشون رو گم میکردن و به نابودی میکشن. در مسیحیت این ممنوعیت رسمی وجود نداره نسبت به صدای زن، ولی قرنهای متمادی گروه های کور کلیساها حق نداشتن که زنی رو به خودشون بپذیرن و اولین ارگ نواز زن در کلیسا در قرن 17 کارش رو شروع کرد. در دین یهود صدای زن، یعنی بنابر قانون شرعش بهش میگن هلخا، بنابر قانون شرع صدای زن مساویه با عریانی زن، این قانون شرعه و امروز هم یهودیان ارتودکس خیلی 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 افراطی و اصولگرا و هر چیزی به این اعتقاد دارن، به طور اینکه یکی از رهبران این ارتودکس ها در اسرائیل به سربازان در واقع پیرو خودش گفتیم که هنگامی که سرود نظامی میشنوه در پادگان و نمیم این حرف ها، از اونجایی که زنا هم تو ارتش اسرائیل هستن و سرود میخونن، بولکیس بذارن توی گوشاشون برای اینکه به گناه آلوده نشن. و خب یه مقداری هم اما اگرهای ملایمی هم وجود داره در دین یهود که مثلا میگه که اگر صدای زن از رادیو پخش بشه اشکالی نداره، چون از یه دستگاهی، در واقع صدای زن نیست، صدای زنده زن نیست که به گوش مؤمنان میرسه، بلکه صدای یکی از طریق رادیو میرسه، اونجا اشکالی نداره. خب در دین اسلام میدونیم که موسیقی حرامه و حدیثی هست از پیغمبر که میگه که موسیقی مقدمه نزدیکی زن و مرد از طریق زناست. خب این باور البته در دوره های مختلف اسلام تغییراتی کرده، نادیده گرفته شده، دور زده شده، ملایمتر شده، سختتر شده، همه این اتفاقات افتاده.
گفته میشه که در دوره خلفای راشدین این ممنوعیت موسیقی کاملا اعمال میشده. بعد از اون بنی امیه و بنی عباس و دولت‌های محلی که در ایران آمدن، سامانیان و سلجوقیان، همه اینا اصراری به رعایت این مسئله نداشتن، خیلی به موسیقی علاقه داشتن و دربارهای این سلسله ها صحنه های موسیقی و موسیقی همراه با عیش و نوش، موسیقی علمی تر و پیچیده تر، و بعضی مورخان هم میگن که این بنی امیه و بنی عباس از ایران باستان موسیقیشون رو گرفتن و آلات موسیقی ایرانی ها رو گرفتن و تنظیم کردن با موسیقی های خودشون. خب در این دوره ما میبینیم که موسیقی کم و بیش رونقی داره تا میرسیم به صفویه. در صفویه به خصوص در زمان شاه طهماسب همون ممنوعیت و تحریم موسیقی به سختی اعمال میشه. در دوران افشاری همونطور، در قاجار یه مقداری نرمتر میشه. ببخشید. دربار شاهان قاجار کاملا موسیقی وجود داشته، بزمهای متنوعی وجود داشته و ما اسمهایی از زنانی میشنویم که موسیقی اجرا میکردن. البته در زمانهای گذشته ما از طریق مینیاتورها میتونیم استنتاج کنیم که زنان موسیقی با موسیقی سر و کار داشتن، چون میبینیم تصاویری میبینیم که زنان ساز به دستشون هست و شعر فارسی هم البته یک نشان بارزی هست بر اینکه زنان هم در واقع ساز می نواختن. در زمان ناصرالدین شاه از دو زن صحبت میشه، استاد مینا و استاد زهره، که تار و کمانچه می زدن و استادهای ارمنی و یهودی داشتن و برای اونها یاد می گرفتن. یک سری اسمهای دیگری در اواخر قاجار هست از زنانی که آواز میخوندن و ساز میزدن. منتها تمام اینها در محیطهای بسته یا دربار یا اندرونی های خانه های اشراف و اینها بوده. در بیرون در شهر اثری از موسیقی و اثری از زنی که موسیقی به نوازه یا آواز بخونه وجود نداشته. ولی اینجا برمیگردیم به اون صحبتی که راجع به نزدیکی طبیعت و موسیقی کردم. یک سیاح آلمانی نوشته که در زمان محمد شاه قاجار رفته به دیدن یک خانی در نزدیکی های قزوین و اونجا وقتی داشته میرفته یک دفعه میبینه در مقابلش چند اسب که سوارشون که زنهایی برشون سوار بودن، که این زنها لباسهای بسیار زیبا و رنگارنگ و زیورآلات و اینا به خودشون آویزون کرده بودن و با سازهای دنبک و داریه و نمیدونم سازهای دیگه جلو میان و شروع میکنن به موسیقی زدن و خوش آمد گفتن به این سیاح آلمانی، که یک همچین چیزی در شهرهای ایران غیر ممکن بوده در اون زمان. خب در با انقلاب مشروطه در واقع سرودهای وطنی و
شور و شوق انقلاب موسیقی رو یه مقداری میاره توی مردم با شعرهای عارف و ملک و شعرهای بهار و ایرج میرزا تصنیفهایی ساخته میشه پخش میشه و یه مقدار موسیقی از این صحنه های بسته وارد در واقع وارد شهر میشه. در دوران پهلوی در دوران هنوز اواخر احمدشاه کنسرت هایی داده میشه، بعد در کلوب های موسیقی ایجاد میشه، مدرسه عالی موسیقی تأسیس میشه. یه مقدار موسیقی یک امر در واقع عمومی میشه. در دوران پهلوی با تأسیس رادیو و با چاپ صفحه و آلبوم و اینها و با کشف حجاب و با خلاصه اومدن زنها در صحنه، آواز زنان رونق پیدا میکنه و خواننده های مختلفی عرضاندام میکنن و در این دو دوره دوران پهلوی ما میتونیم گرایش ها و سبک های متنوعی از آوازخوانی زنان ببینیم. منتها همچنان روحیه‌ای که حاکم هست بر نگاهی که به این زنان موسیقیدان و حتی مردان موسیقی نواز و آوازخوان و اینا وجود داره در جامعه، یک نگاه تحقیرآمیزه، یک نگاه نسبتاً منفی. استفاده میکنن، شادی میکنن، میرقصن، غیر میدن، همه این کارا رو میکنن، ولی در این حال هم یه جایی خلاصه میگن اینا به درد نمیخورن و در واقع عمله طرب هستن. من راجع به نزدیکی تن و موسیقی صحبت کردم، این رو فراموش کردم بگم که در زبان فارسی ما میبینیم که فعل نواختن و نوازش کردن از یک ریش است. این نشون میده که یعنی واقعا این عمق و زیبایی زبان فارسی رو نشون میده که چقدر حقیقت داره که ما بگیم او ما را نواخت یا فلان ساز رو نواختیم و یا کلمه نوازش که روشنه، یا وقتی میگیم دلنشین یا دلنواز، یعنی این دل واقعیه که میشینه بهش یا نوازش داده میشه موقعی که موسیقی میشه میشنویم. خب من زود میگذرم. در بعد از اینکه انقلاب میشه، ما با رگه هایی از دوران صفویه و تحریم و ممنوعیت موسیقی و صدای زنان، با رگه هایی از دوران قبل از صفویه، با رگه هایی از دوران قاجار و پهلوی و ابداعاتی تازه روبرو هستیم. اوائل انقلاب اگر یادتون باشه از رادیو فقط موسیقی کلاسیک پخش می شد و من یادمه با مرحوم قطب‌زاده صحبت کردم که چه جالب، شما چطوری یه دفعه رو آوردیم به موسیقی کلاسیک و مدام این ادجیوی آلبینونی هی پخش می شد مدام. گفت برای اینکه تنها چیزی که میتونیم پخش کنیم همینه و حتی همینم هی تلفن میشه که چرا این چیزا رو پخش میکنیم. خب در دوران جمهوری اسلامی و امروز صدای آواز زن از تمام بلندگوهای رسمی قطع شد، ممنوع. تکخانی
ممنوع. آلبوم تکخانی زن ممنوع. برخی همخانی ها مجاز شمرده شدن ولی اونها هم زیر ذره بین قرار می گیرن، زیر ذره شنو قرار می گیرن. مثلا مرحوم شیدا جاهد با شوهرش یک آلبوم همخانی داشت و این آلبوم جمع شد. چرا؟ برای اینکه یک جاهاییش، حالا حتما اونجایی بوده که آقای جاهد آب دهنش رو قورت میداده یا هرچیزی، در هر حال صداش نبوده، اونجا فقط صدای زنش بوده و این جمع شده. کنسرت در دانشگاه ها قدغن. جشنواره موسیقی دانشگاه شریف قدغن. این ممنوعیت ها در واقع وجود داره، ولی هیچ وقت اینقدر کلاس آموزش موسیقی در ایران زیاد نبوده و من فکر میکنم بهکامه میتونه منو تصحیح کنه. از همون جنراسیون استفاده میکنه. من فکر میکنم هیچ وقت اینقدر ما زن موسیقی نواز، ساز زن نداشتیم. در دوران پهلوی آوازخون زیاد داشتیم زن، ولی موسیقی نواز، ساز زن اینقدر نداشتیم، ولی امروز داریم. زنها دور میزنن، دور میزنن این ممنوعیت ها رو. مثلا روی موسیقی دکلمه میکنن. من فکر میکنم که من خودم نشنیدم، ولی فکر میکنم همون سلم اینجاست که زنا به صداشون وزن آشکار نمیدن، ولی یه جورایی دکلمه میکنن که در واقع صدا صدای زنه ولی آواز نیست. خب از این رو دور زدن ها ما در دوره های دیگه هم داشتیم. مثلا در دوران صفویه که موسیقی به کلی حرام بوده، روزخانی زیاد میشه و تا اون موقع روزخانی وجود نداشته در ایران و این روزخانی و تعزیه در واقع یک راهیه برای بیرون دادن صدای موزون و به هیجان در آوردن در واقع مؤمنان. و ما میدونیم که بسیاری از روزخانهای زن، از جمله مادر بزرگ قمر که حالا بهش میرسیم، در واقع هم روزه میخوندن هم بعد از روزه یه آوازی هم میخوندن، یا مثلا سفره ها و نذر هایی که میدادن، اون خانومه که چه میدونم تعزیه میخونده یا روزه میخونده یا ذکر میگفته یا هر چیزی، بعد آخر جلسه یه دایره یا یه سینی یا یه دنبکی هم میومده وسط و در واقع به موسیقی و اینها ختم میشده. من در آغاز صحبتم آرزوی خسته نبودن برای زنهایی کردم که با تلاش و حس و ابتکارشون سعی میکنن در باورها و خشکمغزی ها تغییر به وجود بیارن. و صحبتم رو با اشاره به زنی تمام میکنم که خسته از این دنیا رفت ولی مغرور و با اعتماد به نفس کامل، و این زن قمر بود. قمر رو ما به عنوان خواننده و زنی که صدایی هم ظریف و هم قوی داشته و از این نظر صدای کاملی تلقی می شده می شناسیم. به عنوان زنی می شناسیم که بخشنده بوده و در آخر عمرش انقدر بخشیده که در آخر عمرش فقیر بوده و در اسرت مرده. ولی در واقع قمر یک شخصیت اجتماعی بوده، یک زن بسیار شجاع و یک زنی که هنرش
رو حرفه نمیدونسته، بلکه یک رسالت میدونسته. اینو توی صحبتهایی که میکنه ما میبینیم. زنی که در واقع 18 ماهگی، از 18 ماهگی به بعد، یعنی در 1283-84 مادر بزرگش که روز خانه دربار ناصرالدین شاه بوده، سرپرستیش رو به عهده میگیره، مادر و پدرش فوت میکنن و این با صدای روزه مادر بزرگ ذوق موسیقی رو پیدا میکنه و از اونجایی که مادر بزرگ در خانه اشراف و البته در مساجد محلم میرفته و میامده، قمر هم با اشراف آشنایی پیدا میکنه و هم با مردم و همیشه یک پلی بوده بین این دو بخش جامعه و هیچگاه برای نفع خودش یا ملاحظه کاری نکرده. یک بار تیمورتاش وزیر دربار نامه می نویسه، با نوکر می فرسته خونه قمر، میگه که قمر امشب مهمونی دارم، بیا بخون. قمرم نامه زیر همون نامه می نویسه: تیمورتاش، من خودم تیمورتاشم، اینجور حرف زدن رو با ضعیفا بکن، منم نمیام خونت. یعنی یک همچین شجاعتی داشته. اون زمانی که داستان جمهوری خواهی مطرح بوده و عارف سرود جمهوری رو میسازه، قمر این سرود رو میخونه، با اینکه میدونسته دربار بعداً مخالفت میکنه و جمع میکنن این سفر و فلان و حرفا، ولی این رابطهش رو با عارف حفظ میکنه و چیز میکنه. یک وقتی مثلا به عنوان یک زن اولین کنسرتی که در تهران داده میشه، در ایران داده میشه و یک زن بدون حجاب درش آواز میخونه، قمر بوده در سال 1304، یعنی هنوز 10 سال مونده تا کشف حجاب. از این شهر به اون شهر میرفته یک زن، اصلا همچین چیزی آدم الان هم که میخونیم میبینیم خیلی عجیبه، کنسرت میداده، میره مشهد کنسرت میده، از درآمدش رو وقف تعمیر آرامگاه فردوسی میکنه در سال 1308. قمر میره انزلی، هنوز بندر پهلوی نشده بوده، اونجا کنسرت میده. بعد میگه که یک شب حوصله‌ام سر رفت، رفتم کنار دریا قدم بزنم. حالا شما صحنه رو مجسم بکنید، در اون زمان یه زن تنها میره کنار دریا قدم میزنه، میبینه که یه سری کارگر نمیدونم بندر و اینا اونجا نشستن دارن آماده میکنن نون و پنیرش رو میخورن و اینا. بعد این میره با اینا حرف میزنه و اینا، بعد اونا هم تعارف میکنن، بفرمایید، نون و پنیر میشینه با اینا نون پنیر میخوره، بعد میگه میخواین براتون بخونم؟ بعد شروع میکنه همونجا کنار ساحل برای این کارگرها خوندن. یعنی رفتارهایی که رفتارهای زمانه خودش نبوده ولی بهش اعتقاد داشته. وقتی که یه سکته میکنه و صداشو از دست میده و خب مورفین مصرف میکرده و دولت براش یک سهمیه مورفین چیز میکرده، تعیین کرده بوده، این نصفی از این سهمیه رو برای خودش نگه میداشته، بقیه نصف دیگر رو میداده به کسانی که محتاج، یعنی احتیاج داشتن به مورفین ولی پولش رو نداشتن. میشه گفت که قمر بیمار بخشش بوده واقعا، یعنی نمیتونسته حس کنه که سنگینی میکرده پول تو جیبش، اول باید میداده به دیگرون. بعد تنها جایی که ابراز رنجش میکنه جایی هست که میگه حالا خواننده های زن دیگه میگن ما میخوایم بخونیم ولی نمیخوایم به عاقبت قمر برسیم، بنابراین پولمون رو نگه میداریم. و این بهش بر میخوره و میگه که مگه من برای پول میخوندم؟
من برای هنرم میخونم و برای مردم میخونم و خوشحالم هستم که این کار رو کردم. باید یک یادی هم از خانم زهره خالقی بکنم که یک کتابی راجع به قمر جمع‌آوری کرده از خاطرات و از تاریخ و از اسناد و اینها به نام آوای مهربانی. من فکر میکنم که هنوز قمر جای پژوهش و کندوکاو داره، چون واقعا شخصیت یگانه ایه. یادش زنده باشه. مرسی.